به طور معمول مردا از این قضیه خوششون نمیاد. چرا اگر که میخواست با یه زن ازدواج کنه که نصف بیشتر ساعتهای روز رو در بیرون باشه، یعنی بیرون باشه، در بیرون نه، بیرون باشه و بعدش هم خسته کوفته بیاد خونه، از اول این کار میکرد، از اول اینو قبول میکرد، ولی قرار برای این نبوده، واسه همین ناراحته، واسه همین خوشش نمیاد، زندگی خونه‌اش رو دوست نداره خراب بکنه. می‌خوایم راجع به این صحبت بکنیم که نظر شما چیه که خانمایی که میخراجه و خانمایی که میخوان برن سر کار و شوهراشون مخالفن و هرچی موفق‌تر میشن این خانما بیرون سر کار، شوهراشون بیشتر عذاب میکشن. شما نظرتون چی هست؟ لطفاً راجع به موضوع امروز صحبت بکنید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ار هستین. بهروز سلام. سلام. من میگم مثلا خسته شدم از خانمای لوس ایرانی هر کجای دنیا ها. و پرسونگی شما فقط درباره اینکه زنا چیکار میکنن. ولی خود من از نروژ سعی میزنم، ولی تو کشوری که یخه، من یه یخسال ندارم، یه خونه رو دارم میچرخونم، یه فامیلی رو میچرخونم، کارم میکنم به موقع و خرج تنهایی، چمن میزنم، برفارو میکنم، برفم که قربونش برم اینجا قطب شماله. دوست سر شوهرم ندارم، این شوهره که میرن ایران و تایلند و دوتا دستم میارم برای خانومه، خانومم یه قربون سبزی درست میکنه، ده بچه هستر فقط به خودت چهار تا بقیه همه هم میگن اوکی. آره خسته شدم. خانوم اگه کار بکنه وظیفته. برای خانم ایرانی لوس نونو را میگم دیگه بس کنه این همتون. وظیفه زنه که کار کنه، اندازه تفریحش، اندازه کارش، اندازه که شوهرش رو بچرخونه. همه آدم ها باید کار بکنه، منطقه یه موقع هستش که یه زندگی هایی بر مبنای این شروع میشه که طرف میخواد زن خونه دار داشته باشه، اون وقت این زن خونه دار وسط مسیر یه موقع میخواد راهش عوض بکنه، اونجا واسه مرده دردسر میشه. و یه همچین زنی هم این نداره که عوض کنه، وظیفته. یعنی میخوای بگی باید بره کار کنه؟ باید کار کنه، خونه دار باشه، به قول معروف خانم خونه باشه، تو خونه خانه دار باشه، بیرون خانم باشه، تو رخت خوابم که قربونش برم. This is Iranian woman. Okay. خب بله کاملا درست میگی، منم حرفتو قبول دارم، منتها بیشتر رو صحبت امروز ما اینه که اون مردایی که دوست ندارن زنشون کار بکنه و خودشون میگن ما خرج زندگی رو میخوایم بدیم و زن خونه دار میخوایم داشته باشیم، خانومه اگه بخواد بره سر کار، مردا گفتیم داریم میگیم که چرا با این قضیه مشکل پیدا میکنن. باز میرسیم به اون جور که خانه دار فقط منظورش خونه داشتنه. خونه داشتن نه، خانه دار یعنی که هم مدرن باشی، هم زن خونه باشی، همه چی باشی در آن واحد. بله خیلی متشکرم، تلفن لطف کردید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. خسته نباشید آقا بهروز. مرسی، بفرمایید آقا بهروز. تو ایران خانمایی که کار میکنن امکان نداره که پیشرفت کنن، موفق باشن و با رئیسشون رابطه خاصی نداشته باشن. یعنی یه زنی اگه بخواد موفق بشه و پله های پیشرفت ترقی رو خیلی زود و تند و سریع، نه به جای 30 سال، یه ماه، دو ماه، 6 ماه، یه سال تکرار کنه، حتما باید با رئیسش یه سری روابط خاص داشته باشه، معمولش اینه. بله. منم این که شما اگه بخواید با یه خانومی زندگی خوبی داشته باشید، این خانوم باید از لحاظ مادی بهتون نیازمند باشه. بله. اگر این خانم از لحاظ مادی و اجتماعی مستقر شد، یه حرف شما رو نمیخونه. درست. و میره یه جایی که به حساب بهش بیشتر خوش بگذاره، یه چیز طبیعیه و خانوما باید به شما محتاج باشن تا به زندگی خوبی داشته باشید. غیر از این باشه. الو چی شد؟ تمام حرفاش از اون اول تا اونجا که قطع شد همش درست بود، 100% درست بود. خلاصه کرد قضیه رو. البته گفتم که بحث زیاد هست راجع به این حرف. این که میگه کسی بخواد رئیس 100 ساله رو یه روزه بره، اون روز شبش باید اتاق رئیسش باشه، هیچ بحثی توش نیست. ولی یه داستانی هم داشتیم، عقد منشی رئیس تو آسمونا بستن. راست میگه در مورد مسائلی که پیش میاد موقع کار، ایشون درست میگه. ضمن این که
میگه زن باید به مرد محتاج باشه تا باش زندگی کنه، اینم کاملا درسته. به خاطر اینکه حالا همه اینطوری نیستن ها، ولی یه چیز اگه یادتون باشه دقت بکنید، چقدر ازدواجا درصدش اومده پایین، درصد طلاقا رفته بالا، این تلفن شروع کرد، درصد طلاق رفته بالا، درصد ازدواجا اومده پایین. و برم بکشم خودم تلفن رو، بذارم بکشم. اینجا همه کارم من. درصد ازدواج اومده پایین، سن ازدواج رفته بالا، مقدار طلاق اومده پایین. هرچی شهر بزرگتر میشه زنها بیشتر به استقلال میرسن، دوران طول مدت ازدواج کمتر، طلاق سریعتر اتفاق میفته. سینگل مادر یعنی زنهایی که بچه دارن و تنهایی بدون مرد بچهشون دارن بزرگ میکنن تعدادش بیشتر میشه. حالا درسته که پولشو به صورت چالد ساپورت از مرد میگیرن در اکثر موارد، ولی هست اینطوری. هرچه که دقت بکنید اون چیزی که در گذشته به عنوان نجابت و پاکی و آدمی که دیگه خیانت نمیکنه و با شوهرش میمونه و فرمان بردار و حرف گوش کن هست، در گذشته هرچی بود امروز کمتر و کمتره و نیست. چرا؟ چون امروز استقلال مالی زن بیشتر شده و این چیز جالبیه، چیز خوبیه، چیز درستیه که زنها استقلال داشته باشن، ولی به خاطر همین که این استقلال دارن اون وقت دیگه محتاج به مرد نیستن و چون محتاج به مرد نیستن در ازدواج موندن با اون مرد زیاد بسشون مهم نیست. و اگه دقت بکنید تو جوامع امروزی که مدرسه ها میبینید بچه ها از 15 سالگی 14 سالگی در حال دوست پسر و دوست دختر عوض کردن هستن همینجوری تا روزی که حالا به یه دلیلی ازدواج بکنن، حالا یا حامله شده باید دکوراسیون درست بشه که بگه بچه من باباش اینه، یا که نه واقعا عاشق این نفر شده، یا حالا مثلا برصورت دیگه وقتشه باید بچه دار بشه دیگه داره به سی میرسه باید ازدواج کنه. به هر نحوی اگرم که ازدواج میکنی بازم یک دو سال سه سال چهار سال بعد دوباره در میره، ازدواج خراب میشه. خب تمام اینا به خاطر اینکه زن به مرد محتاج نیست، به همون علت هم که برای مردم درسته، همون دلیل هست مردای کمتری هم حاضرن ازدواج بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه مردم به زن محتاج نیست، یه احتیاج دو طرف هست که این پیوند رو برقرار میکنه. یه پیوند مثل یه پیوند شیمیایی باید جاذبه باشه بین دو تا مولکول که بخوام به هم دیگه پیوند کنن و یه مولکول جدید به وجود بیارن، و به این ترتیب اگه اون جاذبه نباشه معلومه که به هم میخوره. احتیاج زن به مرده که اون راه نجیب و حرف گوش کن و فرمانبر و خانه بمون و مادر فلان باشه و زن خونه دار باشه اینا نگه میداره. اگه احتیاج نداشته باشه میگه screw you، من واسه خودم پول دارم، واسه خودم زندگی دارم، این ماشینم نگاه آخرین مدل برای ماهی 300 دلار میدم، آخرین مدل رو مرسدس رو سوار میشم یا BMW رو سوار میشم یا VW رو سوار میشم، اینم خونم، اینم چیز کسی هم حرف بزنه فوری پلیس رو خبر میکنم، پولم نداشته باشم دولت بهم کمک میکنه، بیمه هم دارم، احتیاج به مرد ندارم. خب از طرفی مردم میگه مردم احتیاج به زن نداره، مرد برای چی میره ازدواج میکنه؟ مرد میخواد سکس داشته باشه، غذا داشته باشه، لباسشو تمیز بکنن، خونهشو تمیز بکنن، واسه این چیزا میره ازدواج میکنه. مرد که ازدواج نمیکنه بچه به وجود بیاره، بچه رو به اجبار سیخ میذارن کنار گردنش، میگه باید بچه‌م داشته باشی وگرنه من میرم، با بچه‌م به وجود میاد. خب الان مردا تو جامعه آمریکایی و اروپایی سکس مجانی هست یا بیرون هست با قیمت خیلی کم، غذا که همه جای چیزایی هست که هیچ زن خونه داری اسمای اینا رو اگه بهش هم بگی بلد نیست بنویسه دیگه، چه برسه که درست بکنه یا بخواد خوب درست بکنه، میتونه 6 دلار 7 دلار بده همه اینا رو بخوره. اگه خونش تمیز بشه میتونه 50 دلار بده، هفته یه نفر میاد قشنگ خونه رو تمیز مثل دسته گل برق میندازه و بچم میره مخوشم نمیخوره راحتم هست، وای من کار کردم، وای من تمیز کردم، وای من غذا پختم، این حرفام نیست. خب پس احتیاج هر دو، چه زن و چه مرد، احتیاجشون به هم دیگه کم میشه وقتی محتاج نیستن با هم دیگه ازدواج نمیکنن. کاملا درست گفتی. حالا وقتی تو ازدواج هستی اون وقت زنه میخواد در مسیری پا بذاره که این احتیاجو کم میکنه، مردی که میدونه مرد دانا میگه این اگه پاش بذاره تو این مسیر احتیاجش به من کم بشه دیگه وجودش تو این خونه از بین میره، میره دیگه، لزومی نداره اینجا بمونه. خب پس میره، زندگی به هم میخوره،
در اکثر موارد اینطوریه، نه که همیشه اینجوری، ممکنه عاشقش باشه و بمونه، ولی آدما اکثرا آدما از همدیگه سیر میشن. یا آهنگی داره گوگوش میگه آدما از آدما زود سیر میشن، از هم سیر میشن. وقتی که از هم سیر شدن، موقعی رفتنه، مثل دوست پسر دوست دختر که میخوان از هم جدا بشن، دیفر بکنن، دیپارت بکنن، از هم دیگه جدا بشن، از هم که سیر شدن باید یه تنابی باشه که اینا رو نگه داره. واسه همینه که ازدواج میکنن، که مجبور باشن بمونن، هم شوهره مجبورش بمونه، هم زنه مجبورش بمونه. وگرنه اگر از هم سیر شدن، اجباری هم نبود که خب مثل دوست دختر دوست پسر میمونه دیگه. آگهی حاضره؟ خیلی خب، میریم آگهی ها رو نگاه میکنیم، بقیه حرفا و صحبت های دوستا رو گوش میدیم. بعد که برگشتیم، ضمناً اگه بخواید تو شوی پرتونه آگهی بدین، شماره تلفن 818-705-7531 پیغام برامون بذاریم. مثل که دوستانمون از ایران که زنگ میزنن توجه نمیکنن یا نمیدونن که این تلفن گرفتن آگهی هاست، تلفن خونه من نیست که من بخوام نشسته باشم پهلوی تلفن. وقتی پیغام میذارن انگار که مثلا من فکر میکنن که مثلا من نشستم اینجوری دارم تلفن نگاه میکنم. بروز بروز، وردار وردار وردار، تلفن وردار وردار، منم بروز، الو الو الو، وردار بابا. این انسرینگ سرویس شماره تلفنشه که ما میذاریم اینجا. هیچ آدم احمق نمیاد شما تلفن جایی که شبا خوابیده بده به 70 میلیون آدم. مگه دیوانه است؟ خونش سیل ور میداره از تلفن. این یه تلفنیه برای آگهی دادن در شوی پرچونه. 818-705-7531 818-705-7531 705-7531. تلفن کنید، پیغام بذارید. کسی بخواد تو شوی پرچونه تبلیغات بده، مثل دوستان دیگه همون که با ما همکاری میکنن، یک کلیپ آگهی مجانی ما هدیه میکنیم بهشون و با قیمت‌های بسیار خوب در خدمت شما هستیم. 818-705-7531. چند دقیقه با ما باشین، برمیگردیم. تابستان لس آنجلس با موسیقی راک و هوی متال آنقدرها هم گرم نخواهد بود. همه سبک‌های گیتار را در مدرسه گیتار نیروان یاد بگیرید. موسیقی پاپ ایرانی، جاز یا بلوز، در هر رده‌ای که هستید همیشه جای پیشرفت وجود دارد. با 1-866 راک تایم تماس بگیرید. بهبود پاپشیر یک گیتار الکتریک یا آکوستیک به تمام هنرجویان هدیه می‌دهد. 1-866-762-5846. Ride to the airport? Why hassle with airport parking or pay expensive taxi rates? Call Super Shuttle, the nation's leading transportation company, now servicing 20 major cities across the nation. Super Shuttle will pick you up from your home, office, or hotel and take you straight to the airport. For returns, claim your luggage and proceed outside to the Super Shuttle stop area, where our representative in a blue uniform can assist you 24 hours, 7 days a week. Ask about ExecuCar, our luxury sedan and limousine service. Information, please check out www.windint.tv. این است انصار مال. تنوع مایحتاج روزانه در هایپرمارکت انصار مال. انواع لوازم الکترونیکی، آرایشی و بهداشتی روز دنیا. مجموعه ای از جدیدترین و شیکترین لباس ها برای سلیقه های مختلف. دنیای از مبلمان اداری، خانگی و دکوراسیون های مجلل. انصارلند، سرزمین شادی و بازی کودکان همراه با رستوران های فست فود. این است انصار مال.
انتخاب خانواده ایرانی.